بینندگان عزیز سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. ما دقیقا سر وقت هر روز 3 ساعت و نیم دیرتر شروع کردیم. قرار بود ساعت 2 با شما باشم، ولی براتون نوشتم که من 3 روز هست در واشنگتن هستم، ولی وقتی میری واشنگتن رفتنت با خودت، برگشتنت با خدا یا با تروریستا، اگه کسی نکشتت. امروز شنیدم تو کانادا یه نفر رفته زده 9 نفر کشته، ولی خبر خوب این بود که اون دیوانه‌ای که لخت و پتی رفته بود تو وافل هاوس پریشب 4 نفر کشته بود امروز دستگیر شد. خبر تازه‌ای که امروز به اصطلاح مورد گفت و بحث و گفتگو بود، ماجرای این رهبر CIA، رهبر میشه چی میشه، رئیس CIA که حالا میخواد بشه وزیر امور خارجه و انقدر قبلا به اصطلاح برای اونا سر وقته، برای برای کالیفرنیایی ها کم کم ممکنه برنامه رو همین موقع بذارم 5:30 که مردم اومده باشن از سر کار. در هر صورت آقای پامپئو میخواد بشه رئیس CIA و هنوز نیومده، کار مخفیانه خودش رو شروع کرد و رفت با اون رهبر کره شمالی صحبت کرد، ولی اینجا حتی ریپابلیکن ها، جمهوری خواه ها چند نفرشون با این مخالفن، ولی چون دموکرات ها چند نفرشون هستن که با این موافقن، میگن به اصطلاح رأی چیز رو میگیره و میشه رئیس، به اصطلاح میشه وزیر امور خارجه. آقای ترامپ هم که در فکر این هست که حالا ماه آینده می که به کره شمالی میره چه خواهد گفت. ولی دوستان من واقعا میگم کم مونده بود دیگه امروز برنامه نذارم، چون خستگی و ترافیک و اینها و پیری، ولی به دلیل یک، همتون مهمید، همتون هم حالا بگیم دوستتون داریم، اینم یه دروغی، ما که نمیشناسیمتون که دوستتون داشته باشیم، ولی براتون احترام قائلیم. همینی که چند سال الان دیگه از 2003 تا حالا 15 سال سر وقت میایم و اینها، مخصوصا امروز. ولی یه دلیل خاصی که من امروز اومدم، اون همشهری خوبمون، اون کاکوجون خودمون که پیغام گذاشته بود و من تعجب کردم که چرا این پیامو به انگلیسی گذاشته. بعد یادم افتاد وقتی که کلاس انگلیسی میرفتم اینجا، گفت هر روزی که عصبانی شدید، خواستید به یکی فوش بدید، شروع کردید انگلیسی فوش دادید، یا وقتی که خواب میبینید، خوابتون به انگلیسی میبینید، اون موقع زبان انگلیسیتون خوب شده. خب ایشون هم سالهای سال هست که در آمریکا هست و زبان انگلیسیش خیلی بهتر از من هست و به همین خاطر به انگلیسی صحبت کرده و برای من خیلی جالب بود. ببین دوست عزیز، من نه اسم شما رو گفتم، نه فامیلتو گفتم، نه صداتو پخش کردم. تا امروز هم شما اگه بخوای کسی نشناستت میتونی کسی نشناستت، و تازه به منم گفتی میخوام برم و دیگه هم زنگ نمیزنم فلان، من هرچی، ولی پیام گذاشتی که شما درباره من صحبت کردی و چون درباره من صحبت کردی من حق دارم بیام صحبت کنم. عزیز برادر، اگه من گفته بودم آقای عبدالحسین رمضانی، بعد شما به عنوان آقای عبدالحسین رمضانی میتونستی بیای حرف بزنی. ضمناً شما گفتی یه چیزایی رو که نباید میگفتین گفتین. شما به من بگو این نباید میگفتینا رو کی گفته به شما که من نباید میگفتم؟ میدونی 7 تا کلمه هست در برنامه‌های آمریکایی نمیشه گفت، اینا رو هم یکی یکی دارن از بین میبرن و ما به اصطلاح یه چیزایی رو باور همون رادیو تلویزیونای قدیمی ایران و دولتی تو مغزمونه، فکر میکنیم اینجام همینه. مثلا خیلی ها شنیدن میگن آقا برنامه گذار که نباید نظر خودشو بگه. ببخشید من اینجا درختم، چرا نباید نظر خودم رو بگم؟ بذارید اینجا سربه با مردم رو بنویسم، برای مردم تیوی هم روی فیسبوک اینا رو ردیف کنیم و بیام سراغتون. بزرگترین دلیلی که امروز من آمدم و نیم ساعت با شما باشم، چون 6 عصر باید یه نفر باز بیاد اینجا ما بریم صحبت کنیم و این امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی هم ما رو ول نمیکنه، میگه تو وقتی میای برای ما خیلی پول جمع میکنی. گفتم والا کاش که بلد بودم برای خودم، برای تو تلویزیون پول جمع میکردم. دلیلش اینه، اگه میام هم یه وقت پول جمع میشه به مردم میگم، میگم که بابا جون من
برنامه که یه روزی شما به یه کسی کمک میکنید، بعد که قوی میشین شما باید کمک افراد دیگه ای بکنید تا این سلسله کمک از بین نره. در یادداشتی که من امروز از اونجا آوردم، دوستان باورتون میشه بیش از 13 میلیون سوریه‌ای در به در شدن. حالا اونای عکسایی که دیدیم همه یه دفعه این پسر بیچاره که مرده بود کنار دریا، عکسشو بفرستید هر چی میتوانید این را منتشر کنید تا بشار اسد دیکتاتوریش ول کنه، یا میگن هر چی میتوانید این ویدیو رو پخش کنید. میگن خانم آقا ما این همه پخش کردیم چی شد؟ شدیم پخش چی میشه؟ با پخش کردن اینا، با پتیشن اینا، با نوشتن اینا چه اتفاقی افتاده؟ یاد منم بدید. در اصل برگردیم با سر اون موضوع. دوست عزیزمون از نیوجرسی، عزیز برادر، ببین اگه شما باور داری اون کاری که کرده بودی اشتباه بوده، خیلی ساده، سوربی من اشتباه کردم، حالا فهمیدم، من میگم آقا خیلی هم خوشحالیم که یه چیزی هم یاد شما دادی. اگه باور داری که اشتباه نبوده، این کارو برای دو سه تا تلویزیون دیگه هم انجام بده و ببین اونا چی کارت میکنن. این دو بود. بعد من بهت سیستم نشون دادم، گفتم ما اینجا به اصطلاح دستگاهی نداریم، همین کالر آیدی هست که رو اون تلفن هست، تازه رو دوتا تلفنی که تو کامپیوتر دارم کالر آیدی هم نیست، وقتی مسیج میاد اگر طرف باز بوده مینویسه، اگه نه، ولی اون ماجیک جک با وجودی که خیلی هم چیپ و ارزونه، گاهی وقتی اینجوری میشه شماره ها رو میندازه. و اگر ما میترسیم، اگر اشکالی داریم که کسی بشناستمون، کسی صدامونو بشناسه، کسی شمارمونو بدونه، خب آقا خانم کسی که مجبورت نکرده بیاد نیاد، ولی خوشحال میشن چون شما هم قبلا برای تلویزیون مردم پیام میفرستادی، من از پیامات استفاده میکردم به عنوان یک، نمیخوام بگم دستیار تهیه کننده، به عنوان یک تهیه کننده کمک میکردی، ممنونم. نظراتی که داشتی خوب بود، حالا اگر ترامپی شدی اب نداره، ولی خیلی جالبه خود جمهوری خواه ها یکی یکی دارن از ترامپ فاصله میگیرن، به دلیلی که ثابت شده 2018، اینو با آقای میبودی هم بگو، 2018 هر کدوم از اینا با ترامپ باشن، خطر این که انتخاب نشن هست. و آقای میبودی دروغ گفته. آقای میبودی همون جوری که میگه طبق روزنامه های ایران 80% مردم زیر خط فقرن، اون روزنامه رو باید به شما بگه، روزنامه رسالت، کسالت، مرض کوفته، اونو باید به من و شما بگه. دروغ اینجوری که میگه، منم تکرار میکنم، شما هم تکرار میکنی، دوبار که تکرار شد تو مهمونی ها میگن آقا 80% زیر فقرن، من حالا میگم 100% زیر فقرن. شما میخوای چه کار کنی؟ برنامه‌تون چیه؟ خودتون برای من گفتی که آقا من که ایران برو نیستم. خب خدا پدرتو بیامرزه، باز حداقل تو هم مثل من راستگو هستی. تو که ایران برو نیستی، شما چون بزرگتر از منی، شما که ایران برو نیستی، منم که ایران برو نیستم. مجید تو ایران برو هستی؟ نه. اون علی بنگی مشنگ که از ترکیه با گدایی و هر چیزی خودش رسونده اینجا، آویزون شده به عیسی مسیح، اون حالا برمیگرده ایران؟ خب اونم که نیست. آقا ول کنین، بذارین اونایی که میخوان برن بیان از دل و جون جلو و برن نجات بدن، اگر کاری میتونن انجام بدن. یا علی. اینم از این. درود بر جناب سوربی. بله همین، این خانم میدونه، این آقای علی بنگی، ما خیلی اونجا کمکش کردیم، یاریش کردیم، حالا اومده اینجا، خانم دیوانه شده. من نمیدونم این حشیشای ترکیه خوب بوده، هرچی، در هر صورت خانم فریه شوبری هم اینجاست. درود به شما و خسته نباشید. درود به شما و همسرتون، شما خسته نباشین. دوستی ساعت 11 و خورده شب به من زنگ زده بود، نمیدونم این آقا که اسمش سعید هست به شما زنگ زد یا نزد. اگه زنگ زد همون با خودشون تماس بگیرید و اینها. و ایشون به من گفت من به شدت دنبال یه جایی میگردم. و ایشون میتونم بگم اتفاقا من 30 سال پیش که خانم 30 سال نه 27-28 سال پیش که خانم سوسن، خدا رحمت کن، و آقای جمال وفایی آمدودن اینجا، ایشون اون موقع رستوران داشت، آشپزی بلده، کارش این کننده کار هست. حالا دیگه نمیخوام بگم $1000 بالا $1000 پایین با هم معامله کنین، و بعضی وقتا بهتره که سر $1000 با صلح و صفا معامله ای انجام بشه، هم اون خوشحال باشه که قیمت خوبی گرفته، هم شما زودتر به برنامه هاتون برسید چون خیلی برنامه خوبی دارید. بله بله، ای وای، تماس بگیرید ببینید چه دیوانه ای شده که زنش از خونه کردتش بیرون، میره میشینه تو والمارت، یه تلفن هم میذاره جلوش، حالا دیگه شده متخصص بمب اتم.
میگم دیگه هر کسی بیاد این ور آب خانم از اقیانوس که بگذرن این بوی پشکل و بمب اتم و اینا میشن متخصص پشکل تا بمب اتم، از پشکل تا بمب اتم در سری برنامه های آنچه شما میخواهید، از غرب تا شرق، از شمال تا جنوب دیوانه شده اصلا، من نمیدونم. اینم از خب بذارید ببینم که تعجب آوره. نخه تعجب نکنید، هممون گفت ما همه از دیوانگی یک رنگی برای خودمون انتخاب کردیم، بعضی وقتا این رنگ ها اینقدر غلیظ میشه که دیگران میبینن، بعضی وقتا توی رنگ های دیگه ما بیرنگیم، یواش اون زیر میریم کسی نمیفهمه. مثلا من اگر دیوانه نبودم میومدم پول و زندگی رو ول کنم بچسبم به کاری که هیچ پولی توش نیست و همش هم تهمت و دروغ و فحش، چی میگن، فحش و این چیزا هست، نه عزیزم. در هر صورت شما کجا هستی؟ اگه دل میخواد اینجا ننویسی ننویس برام، اونجا تلفنی از ایشون نگرفتم. آها نمیدونم، شاید من یه تکست بعد از برنامه براتون فرستادم که با هم صحبت کنید. همینه، بعضیا خیلی علاقمندن، یه دفعه شب که میره خونه میگه حالا دیره، فردا صبح میگه حالا اونا میخوابن و متاسفانه پیگیر نیستم. من بعد از برنامه یه تکست برای هر دوی شما میفرستم، میگم که سعید جان شما گفتید اینجوری، هم اون برنامه رو نگاه کن و هم با خانم شبهی تماس بگیر، امیدوارم که کارتون درست بشه. بله ایشون نوشته جناب سرمی منم خیلی تعجب کردم از حرفای آقای ترابی. نخه هیچ تعجب نداره، کالیفرنیا حشیش آزاد، چی میگن، این ماریجوانا آزاد، و ماریجوانا درست حالا میگن همه دردتو شفا میده، درد اصلی اینه که مغزتو بیهس میکنه، نمیذاره دردارو بفهمید. اون وقتا میگفتن توی خونه ای که یک کسی ماریجوانا کشیده این سقفش رو نمیدونم فلان تا 40 شب نمیشه نماز خوند. بابا اینا همش حالا گروه پدر نماز، گروه پدر آخوند فلان اینا، ولی اینا همش یه فلسفه ای داشته. یه نفر من تو واشنگتن بعضی وقتا که میرم، اینایی که مثلا درواز هوا خوبه، امروز هوا خوب بوده، یه دفعه 4 تا بچه دارن رد میشن، یه دود میکشه، این دوده میاد تو ماشین تو بوی اسکانک میده. اسکانک میدونی این حیوانایی هست که پشتشون یه خط سفیده، وقتی میمیرن قبلش شوت کردن یه چیزی ترشح کردن، بو گندش یه محلی رو بوی گند میزنه. این حشیش یا ماریجوانا بوی گند میده. حالا چجوری همه مرضها به وسیله این برگ شفا داده میشه من نمیدونم. میگه فراموشی، میگه این، میگه سرطان، میگه این، میگه پادرد، میگه این و الی آخر. من فکر کنم آخه چه دردی توهم آوره، نمیدونم. بپرسید از خودش، تماس بگیرید، بگید آقا شما که آدم درستی بودی، پدر بزرگ بودی، بابا بودی، همسر بودی، برید اون ویدیو رو، مجید اگه میشه اون ویدیوی آقای علی بنگی رو بذارید اینجا که زنش فوش میده از خونه میکنتش بیرون، اون ویدیو رو بذارید و شما دوستان ببینید من 20 سال این کار رو انجام میدم، این خانم من یک نازکتر از چی میگن گل به ما نگفته. خب اگر کسی تو خونش قبولش نداشته باشن، این حرفی که من به رهبرای جنبش میزنم، میگم آقا شما خانمت هم جزو این حزب هست؟ میگه نه آقا، خانم من گفته که من از این بازی ها دور نگرده. خب کسی که نتونه خانمش رو قانع کنه یعنی چی؟ یعنی خانه از پای بس ویران است. بله عزیز من، اون خانه ای که شما تو ترکیه از اینا دیده بودی، خانمش آرایشگاه، اینم بخور و بگرده و با دوستان، آمده اینجا اصلا دیوانه شده، دیوانه دیوانه. این همه اطلاعات نمیدونم دیگه. بذارید من براتون چند تا چی بخونم و فقط از اون دوستم ممنونم که پیام گذاشت. دلیلی که من زنگ نزدم این دو سه روز کاملا بیزی بودم و مشغول بودم و نخواستم ویکند شما رو خراب کنم، چون من میدونم حالا اگر زنگ میزدم بهتون یه چی شما میخواستی بگی یه چی من، ولی قرار شد شما دو تا چیه برای من توضیح بدی. وقتی هم پیام میذاری بگی سوربی این پیام برای خودت، اولش به من بگی که ماجرای اون دوستتون که شما تو مهمونی دیدی با زنش، بعد دیگه از اون قهر کردی، بعد به همین خاطر ترامپ هم دیگه با من اصلا نمیفهمم آقا، من بابا نمیفهمم که ما میخوام یاد بگیریم بگیم نمیفهمم نمیدونم. یک کلاسایی هست به شما یاد میدن بگید I don't know، وقتی بگید I don't know من نمیدونم، یا I don't understand من نمیفهمم، خیلی از مشکلاتتون حل میشه. اولا انتظار اونا از شما میاد پایین،
دوما در رو باز میکنی که اونا بیان بهت یاد بدن. من همین امروز با این دوست مراکشیمون صحبت میکردم، هی به من میگه برادر لیسن تو می، گفتم صبر کن صبر کن، من به اندازه کافی به تو گوش دادم و یاد گرفتم، تو باید گوش بدی. با گوش دادن یاد میگیری، با حرف زدن یاد نمیگیری. من این همه حرف زدم تو تلویزیون هیچ یاد نگرفتم. وقتی شما یه چیزی میگین من گوش میدم یاد میگیرم. اگه اینجوری بود با حرف زدن یاد میگرفتیم، وقتی میرفتیم کلاس اول میگفتن همه حالا با همدیگه بگین حالا لای 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 لای، همینجوری حرف بزنید تا یاد بگیرید. ولی به اون میگفتن ساکت، البته خیلی مهربون بودن، میگفتن بتمرگید من حرف میزنم شما یاد بگیرید. ما نمیگیم به شما بتمرگید، میگیم بفرمایید بشینید ما حرف میزنیم، شما نظرتون رو درباره حرف من، نه آقای میبودی. آقا من چیکار آقای میبودی دارم؟ آقای میبودی یه چیزی میگه شما خوشت میاد گود فور یو، برو بشین گوش بده، سه بارم گوش بده. ولی قرار نیست برنامه‌ای که من گوش میکنم برای شما بفرستم، مگر اینکه بگم عزیز برادر کاکو من این برنامه رو گوش دادم، ببینین آقا چه حرف خوبی میزنه، مخصوصا در دقیقه 23 28 35، نه اینکه هر آشغالی برامون رسید بفرستین بره. طرف بابا آشغال دونی نیست، طرف دوست شماست. اگه دوستتون رو مثل آشغال دونی به اصطلاح باهاش رفتار کنید، یعنی شما دوست آشغال هستید. درست میگم سعید؟ از قول من یه ماچی به خودت بکن که این چیز خوبی من یاد داد. میگه سوربی وقتی یه چیزی آشغاله نه به ما بگو، بو آشغال بنداز فوری بره، اصلا تو آشغال دونی خونت هم ننداز، ببر بنداز تو خیابون که بو نده و نمیدونم بوش کم بشه. این از این بذار ببینم براتون چی گذاشتن اینجا. پیام همشهری عزیز، چرا انگلیسی ساعت 4:04 اون روز گذاشته بودی؟ من دیگه متاسفانه وقت نکردم و همون جوری که میبینی اینجا من هیچ چیزی ننوشتم چون واشنگتن بودم، ولی برای شما از همون روز نوشتم. پیام همشهری چرا انگلیسی؟ این هم کار ما. حالا اگه ما نظم و مرتب داریم، این مرتب هستیم. این آقای لادن حرف قشنگی زد، گفت مرتب بودن خوبه، ولی بعضی وقتا زیاد مرتب بودن یه مریضیه. و احتمالاً دیدید که اینایی که زیاد مرتبن اصلا مثلا برمیگرده این لیوانه رو دوباره اینجوری میکنه، خودکار اینجوری میکنه، دوباره میره فکر کنه این ماوس کجه، دوباره اینجوریش میکنه. یه چیزی هم بهش میگن الان یادم نیست. امروز خیلی خسته هستم، فقط آمدم به این دوستم بگم ممنون متشکرم پیامتو گرفتم و الی آخر. بذارید ببینیم لایو اول، بله گذاشت اینجا، برید این خانم زارعی نگاه کنید، مجید خوشنودی، دو تا سه تا پایین تر اون آقای اردوان فلاح و خانم دکتر بهیه جیلانی این لایو رو گذاشت. برید ببینید که کم مونده این دوست شما علی بنگی رو از کالیفرنیا خانمش بندازه بیرون و پستش کنه برای همون ترکای ترکیه و آقای اردوغان. ولی ببینم من اینجا براتون چی گذاشتم. من حدود 18 دقیقه صحبت کردم، من هنوز خواستم نیم ساعت برنامه بذارم برم. یه دوستی به نام سیروس برای من نوشته دیکتاتور و مستبد چیست و کیست. ما خوندیم بعد گفتیم آقا چقدر خوب شد، خدا پدر مادر شما رو بیامرز که به ما دیکتاتور رو شناسوندی، حالا میدونیم چی هست چی هست. حالا چه باید کرد؟ و من و شما بعد از 57 سال حکومت پهلوی، 40 سال حکومت آخوندا، هنوز نمیدونیم کی دیکتاتوره و حکومت دیکتاتوری یعنی چی خدا وکیلی که امروز شما برای ما توضیح میدهید. پاسخ به این سوال همواره باعث سوء تفاهمات زیادی شده است، چرا که برخی با کلماتی مانند دیکتاتور و مستبد به عنوان فحش سیاسی برخورد کرده و آن را توهین به فرد مورد علاقه خود تلقی میکنند، در حالی که منظور از دیکتاتوری نوع اداره یک کشور. آقا اذیت نکن، اون نوع اداره کشور رو بابامونم دیکتاتور بود، اگه دیکتاتور نبود مامانونم دیکتاتور بود، اگه دیکتاتور نبود ما رو مدرسه نمی‌فرستاد. اینا رو بذارید کنار، من و شما میدونیم دیکتاتور کسیه که به رأی مردم اهمیت نمیده. دیکتاتور کسیه که با وجودی که کم میفهمه فکر میکنه از همه بیشتر میفهمه. دیکتاتور کسیه که به زور میخواد حرفش رو حقنه کنه. آمریکایی هم میگن either my way or highway، یا چیزی که من بهت میگم یا راه تو بکش و برو. اینم از این وسواس. بله 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 خیلی ممنون آقای زمانیان عزیز برادر.
عکس تو اون روز گفتم به فرست گذاشتی برای من، ممنونم، ولی گفتم یعنی عکس تو رو فیسبوک بذار که دوستان دیگه هم ببینن. خیلی ممنون دوستان. این آقای فرهاد زمانیان اگه خواستید براتون یه چیزی بنویسه، اون وقتا من یادمه یک کسی همکلاسی داداش از من بزرگتر بود و این خطش خوب بود تو دبیرستان احمدی، فامیلیش یادم نیست، خدایا زاره بود چی بود، این بچه های دیگه بهش پول میدادن که این یه نامه که درست میکنه اینجوری نقاشی کنه و حتی روش یه چیزای شبنما نه چی بهش میگن زرق و برقی میفرستاد، من مثلا 2000 بهش داده بودن. حالا آقای فرهاد زمانیان 2000 نه، ولی اگه یه وقت احتیاج به یه نوشته ای دارید که دست نویس باشه، خوشگل باشه، رنگی باشه، با ایشون تماس بگیرید براتون انجام میده. همت عالی، این کلمه همت عالی یعنی به شما میگن عالی، عالی جناب، عالی همت عالی میگه یعنی با این کار بیا به من همت تو، شخصیت تو نشون بده، با انعام دادن، با تیپ دادن، با دستمزد دادن. شما باورتون نمیشه وقتی که من میبینم اینایی که کارگر ساده هستن، اینایی که تو رستوران کار میکنن، این 2020 هفته قبل رو ببینید راجع به این کارمند، راجع به باسبویا، ویترا، ویترسا، بارتندرای بار، اینا راجع به این فدکس که اینا رو چقدر واقعا استثمار، به خدا اینا از بردهداری بیشتر ازشون کار میکشن. برده مشکلی نداشت، ماکسیمومش اگه یواش کار میکرد یه شلاقش میزنن، اینجا یه فشاری بهش میارن که این بدبخت تون میره جریمه میشه. اگه پول نداشته باشه باید 200 به جای 100 دلار 200 دلار بده، گواهینامش رو از دست میده. الان من میدونم این فرخ داد چی میگن نمک ریختم رو زخمش، اومدن ماشینشو بردن گفته آقا من نمیخوام این ماشین، اینقدر میگی. بعدن این ماشین هی نشسته اونجا، هی مالیات کشیدن روش، به خاطر مالیات گواهینامه و نمیدونم چیزهای دیگه اش هم باطل کردن و اذیتش کردن اینا. به خدا این نیو ایج یا های تک اسلیوری هست، یعنی بردهداری عصر جدید. فیلم عصر جدید یادتون هست؟ مال چارلی چاپلین، چجوری این زنا، حالا تازه اون فیلم 30-40 سال پیش، 50 سال پیش پر کرده بودن، شاید هم 60 سال پیش، الان چجوری از مردم با سرعت کار میکشن. اصلا باورت نمیشه، برو تو مکدونالد یه خوراک اوردر بده، میبینی خانمه داره با تو حرف میزنه، از اون ور تو گوشش دارن یه چیزی میگن، از اون ور صدای این بیغ بیغ فرایزش آماده شده، همبرگرش مایکروویو آماده شده، اصلا دیوانه کننده شده. خدا کنه این کامپیوترها و آدم آهنی ها بیان کمک ما. بدبختیه که اینا وقتی میان کمک قرار نیست که به من حقوق بدن، بگن برو راحت زندگی کن، میگن حالا اگه میتونی برو برای خودت از تو آشغال خوراک پیدا کن زندگی کن. چون این اینایی که امروز نوشته بود این گوگل 350 میلیون دلار بونس، خیلی ها حقوقای اونچنانی، درآمدای اونچنانی، آنچنانی، بعد بونس هم بهشون میدن، بونس هم پاداش، بونس تو ایران هم میگفتن. بعد بله خانم دکتر جیلانی با ما همیقدری هستم، ممنونم، میگی بله امروز بردهداری مدرن هست. شما ببینید چه خبره، ولی شما میبینید اونی که وکیل دکتر، حالا به وکیلا و دکترها خدای نکرده نمیخوام توهین کنی، اونی که پول داره وقتی میخواد یه دلار به یک کسی انعام بده دست و دلش میلرزه، ولی این بیچاره‌ای که مثلا از زور رفته تا نصف شب 40 دلار درآورده، 5 دلار داده اتوبوس اومده، 5 دلار داده اتوبوس میخواد بره میشه 30 دلار، ولی این وقتی میره یه جایی مثلا 4 دلار هم چی میکنه 3 دلار هم انعام میده. و دوستان دست و دل باز باشید به اینا که میرسید انعام بدید. اگر دانشجو هستن اینها تا متوجه شدین بهش بگو که من این 10 دلار 20 دلار 100 دلار رو به تو میدم که بلکه کمتر کار کنی، بیشتر وقت داشته باشی درس بخونی. جامعه ای که درس خونده باشن، ادویکیتد بشن، ادویکیشن داشته باشن، اون جامعه رفاه، آسایش، رفتار، آزادی، اینا همه بهتر. در هر صورت برگردیم به این آقای ترامپ. یکی از قولایی که آقای ترامپ داد این بود که وقتی رئیس یک کشوری میاد شما چرا براش استیت دینر میذارید، ببرینش مکدونالد. حالا خود شارلاتان پدر سوختش، ببینید امشب این آقای ماکرون، ایمانوئل ماکرون و خانم مسنتر از خودش کجا میخواد ببره؟ میبره تو خونه واشنگتن مامت ورنون، یکی از زیباترین نقاط ویرجینیا که به اصطلاح مشرف به رودخونه و یک تپه خیلی زیبا و اینا هست، یه همون جاییه که واشنگتن ویسکی هم درست میکرد. این مرد تمام چیزایی که گفته دروغه.
حالا بعضی ها خوشحال، آقا ببین نورد کوریا رو کرد تو، نمیدونم. میگم آقا نورد کوریا میگه ما آزمایشامون تموم شد و نورد کوریا اینا دروغ میگن دی نوکلیریست فلان. چی دی نوکلیر؟ گفته ما آزمایشامون تموم شد، احتیاج نداریم. و این آقای مکرون که الان اومده یک کمی هم پیام‌آور ایران و پیام‌آور چند تا دیگه از اروپایی‌ها هست که این قرارداد با ایران به هم نزنید، دنیا رو به هم می‌ریزید، نکنید این کار. حالا ببینیم به اصطلاح یاسین این تو گوش خر کار میکنه یا نه. خانم نیر برای من نوشته بود که من از آقای ترامپ خوشم میاد، حالا شما هر چی میخوای بگو بگو. گفتم خانم خوشتون بیاد، خیلی ها از هیتلر خوششون میاد، خیلی ها از شیطون خوششون میاد، شیطون پرستن، خیلی ها از خمینی خوششون میاد. ما که به کسی نگفتیم بدت نیاد، ما میگیم شما کاری به ما نداشته باشین، بذار ما از این شارلاتان بدمون بیاد، بذار ما از این شارلاتان بدگویی کنیم، شما اصلا بیا خوشگویی کن، خوبگویی کن، برنامه بذار. ما که نگو بابا، ببین انصاف هم خوب چیزیه. ما میگیم اگه اون از خمینی حرف میزنه خوب، شما حق داری بد حرف بزنی. شما اگه حرف میزنی از ترامپ خوب، من حق دارم بد بزنم. حالا به نظر خودم درسته، به نظر بعضیا غلط، بذارید مردم دو طرف رو بشنون و انتخاب کنن، و الا میشید دیکتاتور. شما میخواین دیکتاتور باشید؟ اگه نمیخواین دیکتاتور باشین دیگه به من نگید شاه مرده دربارش صحبت نکن. خمینی هم مرده، اجازه بدین هم درباره خمینی، هیتلر مرده، استالین مرده، نادرشاه مرده، حضرت محمد مرده، حضرت علی مرده و کی؟ آقای شاهنشاه آریامهر مرده هم صحبت کنیم. اینا پابلیک فیگر هن. یعنی شما نمیتونی بگی مثلا این آقای زن چیز مرد دیگه، زن این جورج بوش پدر چند روز پیش مرد، دیروز هم خاکش کردن و برین نگاه کنید که این شوخی میکردن میگفتن آقای اوباما داره با زن ترامپ لاس میزنه. اوباما اینجا نشسته بود، زن ترامپ این بر، زن اوباما این بر نشسته بود، بعد هم عکس گرفته بودن. یعنی انقدر این مرد بده که حتی نمیخوان تو مراسم ختم بیاد. حتی اون جورج بوش پدر گفتن اگر مرد ممکنه به زودی بمیره، با وجود گفته من میخوام 105 سال عمر کنم، ولی اگر بمیره به اصطلاح گفته این نیاد. در حال حاضر به اینا گفته نیاد. آقای سوربی، چه هر کسی خوشش بیاد یا نیاد فرقی با حال ما که اینجا گیر افتادیم نداره. شما کاملا درست میگید. ای کاش که دوستان یه مقداری اونایی که دستشون میرسه، من والله همیشه گفتم پناهجویان رو دریابید، کمک کنید، حمایت کنید و ببینیم چی میشه. اسم علمیش هم هست مانیال. بله مانیال، نشنیده بودم. سوربی جان من داخل ایرانم، چشم، شما بگویید حتما. خب نه دیگه عزیزم، نگاه کن آقای فرهاد زمانیان عزیز و گرامی، خب من نمیدونم شما داخل ایرانی، شما که رو فیسبوکی ماشاءالله آهنگم میخونی، خیلی هم میونت با مادر زنت خوبه. بعد من نمیدونم، خب میگم عکستو بذار اونجا که فیسبوک رو قانونا استفاده کرده باشی. یعنی اینایی که عکس شیر خورشید میذارن، عکس کوه و دشت و ببر و پلنگ میذارن، اینا دارن کار غیرقانونی انجام میدن. فیسبوک باید عکس صورتت اینجا باشه، عکس کوه و دشت و صحرا این بالا باشه. من این رو گفتم و چیز دیگه نگفتم. اگه درباره این که اگه کسی کاری داره به شما مراجعه کنه، شما مثلا چون تو ایران هستید محدودیتی داشته باشید، این خیلی ساده است. اینجا تو آمریکا میگن sorry I cannot do it، ایرانیش میشه متاسفم من نمیتونم این کارو برات انجام بدم. خیلی از دوستا به من زنگ میزنن میگن سوربی ما میخوام یه قولی به ما بدی. میگم چه قولی؟ میگی ما میخوام یه کاری برامون انجام بدی، بگو انجام میدم. میگم آقا این چه حرفیه؟ شاید به من بعد گفت قولت دادم، گفت برو خودتو بکش. شما اول به من بگو که چه کاری هست، من بهت با کمال ادب یا میگم بله چشم انجام میدم، فردا انجام میدم، فردا شب انجام میدم، فردا ظهر انجام میدم، یا بهت میگم که متاسفم این کار از دست من بر نمی آید. شما اگه گفتی بیا دیوونه بازی را بنداز مثل این حمزه پور احمق، مثل حقای شارلاتان، من میگم آقا قبل از همه اینا به من پیشنهاد کردن. این آقای داور خیلی آدم باهوشیه تو بیزینس. به من گفت آقا تو که اومدی میگی این رضا بی بخار کاری نیست، خب بیا بگو من هم هیکلم خوبه، هم کار دارم، هم کار کردم، هم چیزم، من براتم یه پرچم. گفتم آقا صبر کن، صبر کن.
هر جا شما رفتی اگه یه دست اندازی بود، زنگ زدی به یکی گفتی آقا اینجا دست اندازه، معنیش این نیست که به تو بگن بیلو کلنگ بیار درستش کن. معنیش اینه که تو به عنوان یه شهروند هم نظرتو گفتی، هم خبر دادی که آقا اینجا دست اندازه، ماشین مردم خراب میشن، باعث تصادف میشه، طرف ممکنه بپیچه به اون ور که نیفتونی دست انداز، بزنه به یه خانم حامله ای، بزنه به یه بچه که از مدرسه میاد. فوری بهش نگی خب آقا دست انداز بیلتو بردار بیا درست. یا بعضی هم میگن خب آقا شما میگی چیکار کنی؟ اگه اینجوری بهشون بگی طرف میگه آقا تو بیل بردار درست، اینجا دست اندازه، من بهت میگم چی کار کن، بیل بردار، آسفالت سردم بخر، برو برس اونجا درست. نگید به اینو وقتی گوش میدن، اگه شما مسئولید مسئولید، اگه نیستید ولش کن. یه فیلمی پخش شده بود که نشون میداد که اینجا نمیدونم در قسمت تهران که خیلی زیبا هست همه برای گردش میان، ولی من نمیدونم این مردکه خبرنگار خب میمیری تنت بیل خورده، بگی اینجا مثلا حسن آباده، اینجا که چیه شهرها اسم داره دیگه، این عراقه، این ساون، این فریمانه، این قومه. یک ساعت مزخرف میگه که آب نمیدونم چی میگن اینجا فاضلاب اومده اینجور و فلان بیسار و اینا. آقا همین آمریکا، همین فیرفکس، همین واشنگتن، برید رو گوگل تایپ کنید ببینید اینجا تو آب خوردنیش، نه آبی که میره حالا برای کشاورزی، تو آب خوردنیش از قرص ویگرا، از قرص ضد حاملگی، از هر مرضی که بگید تو این پیدا شده و هست. هیچ کاریش هم نمیتونن بکنن با وجودی که اینجا بهترین تصفیه ها رو دارن فلان، چون چند سال تصفیه میکنن بعد میگن ای وای یادمون نبود یه میکروبی اونجاها داشت رد میشد، حالا تازه ما این میکروب رو شناختیم. تازگی یه چیزی پیدا کردن که این یا باکتریه یا میکروب یا ویروس نمیدونم، این پلاستیک میخوره و میگن میخوایم اینو بفرسیم تو این جایی که پلاستیک زیاده و اینها رو بخوره. بعد طرف میگه حالا از این بعد منتظر باشید دستتون وایسادید یه دفعه این پلاستیک پاره میشه، نگاه میکنید بعد میگن دستتون اون چیزه رو داشته، این شروع کردن پلاستیک خورده و این وا ویلا. بله خیلی ممنون، متشکر، دوستان همه هستن، ولی متاسفانه ما برنامه امروزمون قرار خیلی کوتاه، مفید، مختصر باشه. بذارید چند تا از این ایمیلایی که من اینجا نگه داشتم براتون بخونم برم. پس چون آقای سیروس لطف کرده و فرستاده، ما حالا دیگه فهمیدیم دیکتاتور کیه، مستبد چیست و کیست و کجا هست. خبر خوشحالی این که سعید مرتضوی در شمال کشور دستگیر شد، حالا تا کی کجا باشه آزادش کنن، بعد نمیدونم وضعیت زندانش و اینها. سعید مرتضوی که معرف حضورتون هست، این همون کسی که خانم زهرا کاظمی که اونم همشهری ما بود رفته بود از کانادا ایران و اونجا عکاسی کرده بود و زده بودنش و نمیدونم دوربینش گرفته بودن و بعدم کشته بودنش، میگن این مرتی که کشتتش سعید مرتضوی. و این سعید مرتضوی یه سری از اون رجای شهر زندان رجای شهر و کهریزک و فلان اینا، این به اصطلاح مسئول اونجا بوده. و چقدر خوبه، یعنی یک کم صبر کنیم خودشون میافتن به جون خودشون. سعید مرتضوی در شمال کشور دستگیر شد. دادستان سابق تهران که پیشتر به دلیل اتفاقهای پیش آمده در ماجرای کهریزک و نیز برخی تخلفات مالی و اقتصادی ضمن انفصال دائم از خدمات به خدمات دولتی به 2 سال حبس محکوم شد، بالاخره و پس از ماها امتناع از پذیرش حکم دادگاه تسلیم قانون شد. یه ویدیویی رو من هفته پیش یا 3-4 روز پیش گذاشته بودم که همسر ایشون یک کسی تماس میگیره بهش و گویا همسرش هم دکتره، میگه که من تو مطبم و همسرش هم تو تهرونه و فلان اینا. دروغ، همون موقعی که این میگفته تهرونه اون شمال بوده. و اینم از این. بله میگه مستقیم میرن هتل اوین، نه زندان اوین جناب سوربی. حالا بذارید یه چی براتون بگم، اینا همون هتل اوین هم اگه برن همونجا هم یه دفعه خطر این که یه نفر دستش بذاره گلوشون خفه کنه و اینا زیاده. همینجا هم هست، وقتی یه نفر معروفه میرن زندان، میگن زندان این با زندان دیگه فرق میکنه. شما برو روی گوگل بزن زندان آلکاپون، مثل زندانی بود که آقای فریدون هویدا، نه فریدون بیچاره داداشش بود، امیر عباس هویدا هی نشون میدادن نگاه کنید زندانش هم تلویزیون داره و فلان اینا. آلکاپون وقتی میگیرنش زندانش تلویزیون داشته، مامورا براش هرچی میخواستن میآورده چون پول میداده فلان اینا، ولی زندان زندان عزیز من.
خواهر من، برادر من، زندان زندانه. وقتی بهت بگن باید یه ساعتی بخوابی یه ساعتی بیدارشی، بهشتم اگه باشه شما اونجا میشه برات زندان. خانم این بهشت به اون بهشتیش، این خدای بیچاره گو آوا همه این درخت ها رو بر بازی کن بخور بزن فلان، اینم زن، زن میخوای، اینم یه زن، زنم بهش داد. باز این آدم و حوا رفتن سراغ همون سیبی که گفت نخور. اگه این داستان قبول کنیم که داستان افتضاح و دروغی است. و مردم بومی نقاط دیدنی برای ترغیب گردشگران به حفظ طبیعت و جمع‌آوری زباله هدیه میدهند. من واقعا این کسایی که این فکرها به سرشون میرسه و این کارا رو انجام میده، باید دستشون رو ببوسیم و بگیم این کار رو ادامه بدید، خسته نباشید. و امیدوارم دیگران هم حالا برای نون و نمیدونم ذرت این کار رو نکنن، همین جوری معمولی هم اینجوری باشه، به اصطلاح کمک کنن. میگن هویدا در زندان جمشیدیه بود. ممنون. میگه که زندان اوین مال ماهاست، واجبی خورش میکنن. این اکبری گفته، اون آقای زمانیان هم میگه زندان جمشیدیه بود. در هر صورت بله. خب ببینید دوستان، نوشته به ازای تحویل یک پلاستیک بزرگ زباله 2 عدد زرین نان محلی به صورت رایگان دریافت دارید. این یزدانی گفته. بله، خودشون هم اونجا از این آبای آبا تو بطری‌های پلاستیک میفروشن. ولی یکی از چیزایی که باید رونق پیدا کنه اینی که سطل زباله بذارید. یادش به خیر هاشم قاسم زاده از آمریکا اومده بود، ما رفتیم با هم دیگه بستنی بخوریم. بستنی که خوردیم، اون موقع همه دانشجو بودیم ما، بستنی که خوردیم اصلا بدونی که فکر کنیم لیوانای خالیش انداختیم اونجا. اومدیم این لیوانو گرفته بود دستش، همینجور اومد. اومدیم تا چهارراه زند پیاده شدیم، از ماشین رفتیم بریم سینما. یه دفعه گفت آقا گور پدرش لیوانه رو پرت کرد وسط خیابون. گفتیم آقا گور پدر کی؟ آقا قاسم زاده. هاشم آقا گفت آقا من از اونجا تا اینجا دارم نگاه میکنم، یه سطل زباله نیست، یه سطل زباله نبود. شیراز شهر گل بلبل بود، نمیدونم فرهنگ و هنر، که این ظرف بستنیش که تیک کاغذ مقوایی بود بندازه توش. حالا بیا این آقا که ماشاءالله هیکلش هم خیلی خوبه، مثل اونایی که زور خونه رفتن، به ازای جمع‌آوری هر کیسه زباله، خیلی قشنگ مثل فیسبوک عکس زباله رو کشید، عکس کیسه زباله رو گذاشته، یک و دو تا ذرت گذاشته، یک ذرت رایگان از بلال منصور دریافت کنید. بعد اون پایینش نوشته منصور بلال، شماره تلفنش هم زده. آدرس ما ایران گیلان رضوان شهر پرسر آبشار ویسادا. هر کی رفت ایران دوستان بره از این آقا ببینه، تشکر کنه و نمایندگی فعالم پذیرفته می شود. نمایندگی زورت فروشی در واشنگتن چشم براتون باز کنیم. مجید تو هم از کالیفرنیا برای این آقا چیز کن، تلفن بزن نمایندگی بگی بلال فروشی. من رفتم یونان کنار دریا، €2 میدادی زورت بخوری. وقتی که زورت رو به همون داد و اینها، اونجا یک کم هم به اصطلاح کره میمانن روش اینها، بعد گفت بلال، گفتم ایرانی هستی؟ گفت نه، ما اینجا مشتری ایرانی زیاد داریم، یاد گرفتم. یونانی بود. درود جناب سربی گرامی، شما باور میکنید که آقای مرتضوی فراری بوده؟ خیلی عجیب است که رژیم از محل مرتضوی غافل مانده باشد. والا ببینید من که نمیتونم همه چیزو خبر داشته باشم. حالا خبری که داده بودن این بود که فراری بوده. حالا شما مثلا ممکنه بیشتر از من بدونی، بگو نه آقا فراری نبوده. اینم از این. سریع ترین روش معامله با خداوند صدقه پیامکی با شمارگیر این کمیته امداد خمینی شهرستان کوار. کوار جنوب فارس هست، اون پلفسا و کوار و اینا جای قشنگی هم بود. و این نشون میده بابا آخونده چقدر جلوه. حالا شما اینجا دیدی طرف اومده جنبش را انداخته، میگیم آقا وبسایتت چیه که ما به مردم بگی؟ میگه هنوز وبسایت ندارم. میگم فیسبوکت چیه؟ میگه پسرم گفته این هفته میاد برات درست میکنم. میگم ایمیلت چیه؟ میگه نه آقا من ایمیلم ندارم. میگه تلفنت چیه؟ میگه تلفنم هم نمیخوام به مردم بدم، شب مزاحمم میشم. خب آقا برو تو سوراخ بمیر، پس نمیخواد شما رهبر جنبش ما باشی. منار جنبون از تو جنبونتره. خب اینم از این. بعد بریم که یه چند تا دیگه براتون. گوگل وایس، اینا همشهری عزیزمون فرستاده، بهش گفتم آقا تو رو خدا این کار نکن، برام رو فیسبوک میفرسه.
روی گوگل وایس میفرسه، روی ایمیل میفرسه، نکنید این کار. خب وقتی شما روی گوگل وایس میفرسی، تکس میفرسی، میبینی من میخونم، اینجا تشکر میکنم، شما اینجا بنویس با سوربی من از طریق گوگل وایس تماس میگیرم، از طریق تکس تو او تو تماس میگیرم. هم به خودت احترام بذار، هم به من احترام بذار. و دوستان، تو رو خدا، اینایی که چپ و راست هی برای دوستانتون چی میفرسین، اگر خودتون نگاش نکردید یا اگر خودتون فقط اولش نگاه کردید، برای این و اون نفرسید، شاید دقیقه دومش بهتون فرش خار مادر داده باشه. تا آخرش نگاه کنید، اگه برای کسی میفرسید بگید من اینو تماشا کردم لذت بردم، یا من اینو تماشا کردم چیزی نفهمیدم، شما نظرت چیه؟ بعد خودتون رو محدود کنید به روزی 2 تا، به روزی 3 تا، به روزی 5 تا. نه هر آشغالی براتون فرستادن شما هم از دوستات انتقام بگی، بگو آشغال به آشغال، آشغال به آشغال، آشغال به آشغال. نه آخه اصلا دیدید من براتون تلگرامو میگم بسمش، گفتم بابا نخواستم 1500 تا این وایس اف امریکای احمق. آخه یکی اسمو برسه این همه برای مردم میفرسی، بذار رو فیسبوک هر کی بخواد بیاد نگاش میکنه، هی زرت و زرت میفرسی. آقای فلاحتی، آقا خانم نمیدونم ستاره درخشش، آقای کوفت، آقای زهرما، خودتون در شبان روز چند بار چند ساعت این چیزها رو نگاه میکنی؟ ساعت 6 و 11 شد و کم کم بله نمیدونم. ببینید ما همون که بهتون گفتم باید ببینیم که کی چی میگه، از شنیده اینو شنیده اونو اینا، اون چیزی رو که مغزمون بهمون میگه این درست تره قبول کنیم. و خیلی هم مشکل شده، چون این روزا هر کسی یه چیزی میگه، یه سازی میزنه و اینها. جناب سوربی، امکانش هست یه برنامه برای پناهندگان داشته باشید؟ بله خانم، ما همیشه داشتیم و داریم و خواهیم داشت، یه برنامه داریم به نام پناهجویان را دریابیم. همین 2 هفته پیش خانم معصومه کریمی به اصطلاح باشون مصاحبه داشتیم و هر کسی هم آمده مصاحبه کرده، الحمدلله این فیلمشو وکیله برده داده، گفته ببین شما میگید این مسئله نداشته، نداشت، امروز دیگه مسئله داره و این باید پناهنده بشه. و طبق قانون حقوق بشر، Human Rights، مال UN، United Nations، شما برید نگاه کنید، این میگه بشر آزاده، هر جایی که دلش میخواد زندگی کنه. 13.5 میلیون سوریه باید، درست نشدم، 13 میلیون بیشتر از 13 میلیون باید پناهنده باشن، این ورانور باشن. تقصیر کیه؟ تقصیر این آقای پوتینه، تقصیر این آقای ترامپ، تقصیر بشار اسد. خب بشار اسد اون مقصره، ولی اینا اونو نگه داشتن. تقصیر خامنه ایه، تقصیر دیکتاتورها هست. حالا تازه دوستمون آمده بعد از 40 سال برامون تعریف کرده ببینید دیکتاتور کیست. یوهو، فهمیدم دیکتاتور کیست، چه خوب شد، اصلا زندگی من عوض شد از امروز. اصلا بی احترامیه به هم دیگه که شما ندونید دیکتاتور چیه، دموکراسی چیه، آزادی چیه. البته بعض وقتا هم نمیدونیم خدایش. اولین مصاحبه بدون حجاب با فاطمه حقیقت جو. آقا خانم، خب این اومد اینجا دلش خواست حجاب داشت، هیچکم بهش نگفت حجاب تو بردار، نه رضا شاه بود بهش بگی کشف حجاب، نه خمینی بود بگه تو سری یا رو سری، خودش دلش خواسته برش داشته. حالا نمیگن مصاحبه کرده درباره چی حرف زده، نوشته اولین مصاحبه بدون حجاب با فاطمه حقیقت جو. خب این یعنی چی؟ یعنی شما داری به زنا بی احترامی میکنی. برای تو اینی که الان روسریشو در آورده خیلی مهمه، فردا اگه پیرنشو در بیاره مهمتره، پس فردا اگر آقا نکنید دیگه. بنویس مصاحبه خانم حقیقت جو، اینم فامیل چه چیش میگن. در صورت اینو دوستمون فرستاده، دوست عزیز اگر روی این میفرسی و من میخونم و نشون میده دریافت میکنم، دیگه روی تکس و اینا روی فیسبوک نفرست. یه خبر دیگه هم فرستاده، اینم براتون بخونم. آها، فرمانده ارتش گفته در مقابل گوشی های هوشمند و پیام رسان ها 80 میلیون خاکریز و سنگر میخواهیم. نه، یه دونه خاک میخواهیم، اونم خاک کاهو بریزیم تو سر تو. خاک بر سر تو میلیون، تو دنیا این همه میلیارد تلفن هست، کسی خاک ریز و نمیدونم فلان برش داره؟ اگه مردم آزاد بذارین سرتون رو تو سوراخ هر خونه ای نکنید، احتیاج ندارید خاک ریز داشته باشین. برو آقا دنبال کاره، برو خاک جمع کن، پیدا کن فلان اینا. بله
بذار من به این دخترم که تماس گرفتم بگم بابا بعدن باهات تماس میگیرم. اون وقتی من زنگ زدم شما مشغول بودین، از واشنگتن میمدم، حالا بعدن تماس میگیرم. مرسی که زنگ زدی. بله بله، واقعا این بچه ها رو دوستان، حالا ما شانس آوردیم. میگه خانم حقیقت جو ازدواج سفید هم کرده، دیگه حجاب معنی نمیده. والا من نمیدونم، این حجاب که اینجا شوهرش بود هر کی معرفی میکردن، اتفاقا شوهرش هم خیلی دوربر این آقای اسماعیل نوری علا میپلکید و جلسه میذاش، حالا دیگه ازدواجش سفید و سیاه. نمیدونم. اینم کیهان لندن گفته عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی روز جمعه 31 فروردین با برنامه بی‌تعارف گفتگو کرد، بخشی از صحبت‌های او در مورد زندگی و تجربیات و باورهای شخصی و بخش دیگر در مورد مسائل جاری ارتش و مسائل سیاسی و منطقه‌ای است. منابع آگاه گزارش دادند عموم موضوعات و پرسش‌هایی که صدا و سیما قبلا برای طرح در این مصاحبه به دفتر موسوی ارسال کرده مورد تایید او قرار نگرفت و خودش پرسش‌های را دیکته کرده و خواسته درباره آن بیان. طرف حتی پرس، حالا باز صدر احمد با آمریکا اینجا هم الان این ترامپ شارلاتان که داره راه میره، یه خانمی از اونجا داد میزنه نظرت راجع به وکیلت که نمیدونم کارچاخ کنه تن بوده و پول میداده به این زنا، هم زنای هرزه، هم زنای بدکاره، هم زنای فیلم فلان، هم زنای فلان، چیه؟ اون هم میگه تنکیو، داره میمیره از خجالت. کسی که بلبل زبون بود، کسی که میگفت من هیچ چیزی رو بی جواب نمیذارم، الان تا اینجاش رفته تو لجن و خیلی متاسفم. این دوست من حالا خدا رو شکر یه حرفی زده تو این پیامش، گفته نه من برای هیلری کلینتون رأی دادم نه برای ترامپ. تو این قسمتم با من هم عقیده هستی، من نه بار دوم دیگه برای اوباما رأی دادم، چون فهمیدم اون پدر سوختم چه حرومزاده‌ای بود، اومد از سفیدا بدتر جنایت کرد، اومد از سفیدا بیشتر خارجی‌ها رو فرستاد بیرون، بعد برای که به سفیدا نشون بده که من از شما سفیدترم هر غلطی اینا میگفتن انجام داد. این اون برای اون بار دومم رأی ندادم، برای اینم این بار گفتم این دوتاشون یکی‌اند و به هیچ کدوم رأی ندادم. در صد منتظرت هستم، یا پیام بذار قشنگ، دوست داشتی اسمتو بگو، دوست نداشتی اسمتو نگو، پیامتو پخش میکنم، نظرتو بگو، و اگر مخالف من باشی خوشحالتر میشم. بارها گفتم آقا خانم نظر من اینه، من نظرمو میگم، شما نظر مخالفتو بگو، پخش میکنم. حتی اگه خواستی دو دقیقه که شما حرف میزنی من اون دو دقیقه هیچی نمیگم، خیلی خوشم اومد ازش. این نشون میده که اتکا به نفس داره. همونجوری که من دیدید به مهمونا میگم شما 3 دقیقه صحبت کنید من 2 دقیقه، بعضی وقتا من میگم شما 3 دقیقه صحبت کنید من 1 دقیقه، این دوست و همشهری عزیز ما گفته سوربی من میام باهات مناظره میکنم تو 5 دقیقه حرف بزن من 1 دقیقه. معلوم میشه که چقدر از لحاظ اینفورمیشن و اطلاعات پره و چقدر به خودش اطمینان داره. دوستان عزیز اینم میگه که مرض امر به معروف، اینشون نوشته اخر به معروف، مرض امر به معروف و نهی از منکر از عربستان به شمال سرایت کرد. ببینیم شمال عربستان کجاست، اینو با هم ببینیم. و یک لحظه من صدای این رو، آها دوستان نگاه کنید، بله یک لحظه این آقای این خاخام، نه این کلمی هایی که گیساشون اینجوریه بهشون چی میگن؟ یک لحظه اجازه بدین select area. این حالا من ای کاش گفته بود این چه کشوریه، چون میگه از عربستان به شمال رفت، منظورت اسرائیله، و اگر این اسرائیله آقای نتنیاهو، شما که میگی ما مهد دموکراسی هستیم در خاورمیانه، دوستان ببینید و قضاوت کنید. این آقا یه چیزی مثل شلاق کمربند دستشه، مثل ترکه چوبه، نگاه کنید. حبایتا بهشون میگی برین خونه. بله این اکاش نوشته بودید کجاست. بعد یه ویدیوی دیگه هم هست که میان رو ماشینا، دیدین فیلمایی که مسابقه از تو ایران، مثلا مسابقه المپیک که نشون میداد دو تا ستاره گذاشته بود اینجاشون یه چیز سیاه گذاشته بود اونجا، شما میدیدی فقط ستاره ها میچرخن.
خب مردی که نشون نده، مسخره کردی، خودت نگاه میکنی، بعد برای مردم چیز میکنی. اینا نمیدونم وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات ایران، هر کی، اینا باید از خودشون خجالت بکشن. خب این هم همین کارو کرده، خودشون نگاه میکنن عکس و فلان اینا، ولی میان به اصطلاح رو ماشینا، رو کامیونا که چی هست، علامت با مقوا میچسبونن که اونجا مثلا سینه خانم لخت هم نیست، لباسش مثلا تو اینجا پیدا نباشه. حالا این نوشته اولین حضور تماشاچی در سینمای شهر زهران عربستان. شنیدم توی کاخ عربستان تیراندازی شده ولی صداشو در نیاوردن. کسی اگر خبری داره به منم بده. بله ایشون میگه اینا ارتودکس کلیمی هن. ارتودکس ها یعنی دیگه اینایی که بنیانگرا میشه. ارتودکس به فارسی چی بگیم آقای اکبری؟ بنیانگرا ها میشن نه؟ چون اینجا هم داریم مثلا میگه ارتودکس کریسچن، این هم دونم. حالا هر چیه که همین نشون داد که چی هست و چی هست. ممنونم از شما، اجازه بدین این ویدیو رو هم نگاه کنیم ببینیم سینمای اونجا چه خبره. و عیبی نداره. ببینید دوست عزیز، یه چیزی تازه تو عربستان راه افتاده. خب اینا حالا قولت میدم دو روز دیگه اینا نظم و ترتیبشون از همین حالای ایران ما بهتر بشه، برای که اینا اقلا مسافرت خارج میان میرن، اینا خارجی ها اونجا سر کار هستن. ببینید دوستان، این در شهر زهران عربستان برای رفتن به سینما یا اومدن بیرونش هست. نگاه کنید. این هم که بادکنک زده احتمالا افتتاحیه یه سینما بوده دیگه، و الا سینما بادکنک میخواد چیکار که اینا هم هی بزنن بهش تق و تق بترکه. تماشاچیان از پسمانده های سالن را در عربستان با این پسمانده ها سالن را در عربستان ترک کردند. پول انسان را با فرهنگ و متمدن نمی کند. ببینید دوستان، میگه که ای به او جمله بگفتی، نمیدونم یه چیزی اینجوریه، خوبی هاشن بگو. نگاه که عزیز من، شما تو همین آمریکا، خب حالا این عکس رو فرستادید مال عربستان هم هست، گفتید که مجلس بود. یک عکسی هم دوستان فرستاده بودن از ایران که زمین ورزشی بعدش شده بوده پر آشغال و اینها، و اگر نگاه کنید اینجا جای لیوان هست، میبینید این لیوانه اینجاست، جای لیوان هست ولی انداختن و رفتن. والا بلا همینجا شما وقتی که فورت آف جولای هست، وقتی که موتور سوارا میان اینجا، وقتی که مسابقه فوتبال هست، بیاین ببینید چه خبره. و اینا یه مقدارش حتی بهش میگن جاب سکیوریتی. سالها پیش من اولین راننده‌ای که استخدام کردم یه راننده سیاه‌پوست آمریکایی بود. رفتیم با هم دیگه نهار بخوریم، نوشابه که خریدیم، من نوشابه رو خریدم خوردیم، گذاشتم همینجوری تا برسیم به یه جایی بندازیم، این قوطی خالیشو پرت کرد. و جالب این بود که بغلش سطل آشغال بود، سطل آشغال هم عکسش کشته بود که اینجوری بندازین تو سطل آشغال. اسمش هم کوین بود. بهش گفتم کوین چرا این کارو میکنی؟ گفت برای برادرام کار پیدا میکنم. باورتون میشه منتالیتی هم بینی تو مغز این چیه؟ میگفت من اگر خیابون رو کثیف نگه دارم، اینا مجبورن یک کسی رو استخدام کنن، کار پیدا میشه. اینا اینجوریه دوست عزیز. شما نمیدونید چند نفر اونجا تمیز میکنن، چند نفر اولا این چیزایی رو که میفروشن چقدر اونجا چند برابر قیمت میفروشن. دوستانی که تا امروز قبول نکردن 1332 کودتا بوده، اینو لطفاً گوش کنید. محض رضای خدا تا حالا ده بار که دروغه، چند بار رئیس جمهورای آمریکا، رئیس به اصطلاح اداره چی میگن، وزیر امور خارجهشون، CIA، همه اینا اومدن گفتن بابا جون ما کودتا کردیم. باز شاولایی ها میگن نه، این قیام مردم بود، شعبان بیمخ رهبر مردم و جنده ها رو آورد، به 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 چه قیامی کردن. عکساش هم هست که رو ماشین با چوب و چماق، این قیام ملی بوده. حالا ببینید آقای برنی سندرز، این پیام من قبل توی کامرسمنتی که میره برای دانشگاه ها صحبت میکنه، ببینید چی میگه. میگه که ما نباید بریم تو کشورها دیکتاتور رو بندازیم، خلا ایجاد کنیم. این خلا وقتی ایجاد میشه یه چیزی دیگه به وجود میاد. اون چیزی که به وجود میاد اگه نمیدونید چیه صبر کنید. این دیکتاتوره حداقل فهمیده با این مردم چه کار کنه. نگهش دارید تو برسید. چند دقیقه است، یکم نگاه کنین
ببینیم که آقای برنی سندرز که هم سناتور هم نماینده مجلس هم چیز بود اینجا به اصطلاح میخواست رئیس جمهور بشه و متاسفانه کسافت کاریای این خانم هیلری کلینتون نیزاشت. حتی اونایی که طرفدار ترامپ هستین، حتی ترامپ گفت که هیلری کلینتون به این آقای برنی سندرز ظلم کرد. از اون برم که آقای پوتین، بله، خانم البرایت هم عذرخواهی کرد برای کودتا. بله، شما هر چی میخوای بگو آقای فرهاد زمانیان، این دوستان شاه اللهی که ول نمیکنن که هی میگن نه خیر آقا قیام مردمی بود. بفرمایید. In 1953 the United States on behalf of Western oil interests supported the overthrow of Iran's elected prime minister Mohammad Mossadegh and the reinstallation of the Shah of Iran, who led a corrupt, brutal, and unpopular government. What would Iran look like today if... میگه اگر آمریکا شاه رو که دیکتاتور بود دوباره برنگردانده بود، حکومت مصدق رو سرنگون نکرده بود، امروز ایران چی بود؟ میگه به خاطر اون کاری که کردیم اینجوری شد 1357. و بعد حالا بعدش توضیح میده راجع به لیبی، راجع به صدام حسین، و میگه خب ما امروز هم میتونیم بشار اسد برداریم، ولی امروز که بشار اسد برداریم، فردا همین آقایونی که این جان مکین برد بهشون اسلحه داد، نمیدونست که اینا آیسیسن، اینا قدرت رو میگیرن. گوش بدین. Their democratic government had not been overthrown. What impact did that American-led coup have on the entire region? What consequences are we still living with today? In 1973, the United States supported the coup against the democratically elected president of Chile, Salvador Allende, and the coup was led by General... ببینید داره نقل شیلی هم میگه، میگه که سالوادور آلنده رو به اصطلاح کودتایی که 1973. اصلا این آمریکا درس نمیگیره. البته از طرفی با این کارا که میکنه است که من و شما اینجا میایم میگیم نگاه کن نمیدونم یه همبرگر یه دلار، اینه که من و شما اینجا میان تا یه سال کار میکنیم بعدش میتونیم بریم خونه بخریم، حق تمام مردم دنیا رو خورده، ما هم میایم اینجا خوشحال زندگی میکنیم. بفرمایید. The result of that coup was almost 20 years of brutal authoritarian military rule and the disappearance and the torture of thousands of Chileans and the intensification of anti-Americanism in Latin America. میگه با این کارش تخم مخالفت با آمریکا رو تو شیلی کاشت، چون 20 سال این مردی که بود بعدش اومد، اون برودال، یعنی اینایی که اصلا نه رحم دارن نه مروت دارن، اون جنایت میکرد و کشت و کشتار. حالا رفت به ویتنام رسید. Vietnam, based on a discredited domino theory, the United States replaced the French in intervening in a civil war which resulted in the deaths of millions. خب اینو دوستان برید روی گوگل تایپ کنید میبینید و اصلا سابقه 100 سال گذشته آمریکا رو ببینید، میبینید که آمریکا از موقعی که این حرف بردهداری و اینا تموم شد، چون این کشور اگه ساخته شده زمینش مفت، کار مفت، خب معلومه که سود میبرن، معلومه که موفق میشن تو دنیا. چینی ها را آوردن براشون راهن درست کرده، سیاپوست ها را آوردن براشون، البته دوستان کلیمی هم خیلی کمک کردن. و آقای خوشنودی میگه هنوز اردشیر زاهدی میگه کوده های 28 مرداد قیام بود. آقا اردشیر زاهدی یه جاکش بوده، شما اینجا همین آقای حخا یه روزی اگه اومد حالا مستش میکنیم توضیح بده، آقای حخا این خونهی که دستش بوده، این خونهی بوده که اینا میرفتن اونجا جندبازی، آقای زاهدی جاکش بوده، این آقای خانم الیزابت تایلور از اینجا برمیدارن میبرن اونجا و اینا. حالا و شاه اومد دختر خودش رو داد به یه کسی که همسن خودشه، شاید هم بزرگتر از شاه بود، جایزه بهش داد که تو که بابا تاج داده به من، منم تاج که دخترم نمیدونم شهناز میدم به تو. اون وقت شما از یک آدم جاکش پا انداز انتظار داری که حرف درست بزنه؟
حالا تازه اومده داره میگه، میگه آقا عیب داشته که این کار کردن. لابد اگر یه 100 سال دیگه زنده باشه میاد میگه که خود اینا اگه این کسافت کار یارو نکرده بودن به اینجا نمیرسید. در صورت این هم از این دوستمون میگه بله همون بنیادگرا که گفتی درسته. کلمه فناتیک هم میگیم، فناتیک، فناتیک کلمه انگلیسیه، بنیادگرا ارتودکس اینا این تو هر دینی هم اینو دارن. ما بنیادگرای اسلامی همین آیسیس دیگه، میگه هر چیزی گفت نه سر شما بر میشه. بله وقتا میگفتن سر شما بری حلال میشه، اینا هم اینجوری میگه، اونم همینه. خیلی ممنون، متشکرم از همه شما دوستان. این دوستمون نوشته که این هم حکایت آن آخوند در مجلس است که میکروفونش باز بود و گفت دختر خوشگلها را هم به ما نشان بدهید. بله. و اما آقای پتیک دوست خوب و عزیز من نوشته که کاکی جون سلام، برنامه رو دیدم، گفتار آقای لادن در مورد روشنفکر که باید این پنج صفت را داشته باشد، دانش، بینش، آشنا به تاریخ، خردگرا، با خواسته های مردم آشنا، در حد توان پیشگام هایم در حد توان گام های بردارد با این تفاصیل، لطفاً یک نفر را نام ببرید. ضمناً درباره تونل بیر ایران قطر، در عکس فرضی قطار در وسط بود، بالا و پایین ماشین بود. منم هم همین فکر کردم، معمولاً قطار چون سنگین تره پایین میذارن و جای کمتری هم میخواد و ماشین که پهن تره بالا. در اصل حالا اینم لابد ماکتش ساختن تا موقعی که برسه به نقشه اصلی 100 تا تغییر پیدا میشه. خب اینم از این، ممنون، متشکرم. نوشته بود که من امروز دارم میرم یه جای کار میکنم، قرار شده بهم چلو کباب مجانی بدن. گفتم حالا مطمئن باش دل درد نمیگیری، چون کسایی که به مفت خوری عادت نکرده باشن وقتی خوراک مفت میخورن دل درد میگیرن، مرض میگیرن. مفت خور میخوای این آقا رضا پهلوی، دعوتش کن، هر جایی از آخوندا بیشتر میخوره، عین خیالش هم نیست. سوال اساسی آقای سوربی، 8 آپریل 2018، چه بینندهایی داریم؟ میرن ویدیوها رو نگاه میکنن، نمیشه یک کمی پاتو پس و پیش بذاری، عیب و ایراد میگیره. میگه ایشون، یعنی ایشون، از آقای لادن پرسیدم چگونه میتوانیم باشیم، چه باید کرد؟ آیا گسترش دانش یعنی نخست، 80 میلیون باید آگاه شوند؟ پاسخ اساسی رو ایشون باور داره آقای عبدالبها داده. که 1875 1875 تا 1975 200 سال، 25 سال، 120 سال، 140 سال پیش، میگه ایشون گفته که به امر بهاءالله که از او خواست مقاله‌ای بنویسد که بلکه ایرانیان از یوغ ظلم و ستم سیستم حکومت استبدادی در ایران نجات یابد، در رساله مدینه که بدون ذکر اسم نویسنده و دیانت بهایی در هند و لبنان چاپ شد و در سراسر ایران پخش گردید و نحوه ایجاد حکومت دموکراسی شرح داده شد، میگه که این بسی، این کلمه مبرهنه، من هیچ وقت متوجه نشدم واقعا، اون بر هر کسی واضح و مبرهن است، این بسی مبرهن و واضح است که تا جمهوری اهالی تربیت نشوند، جمهور اهالی یعنی اکثریت مردم، و افکار عمومیه در مرکز مستقیمی قرار نیابد و دامن عفت و عصمت افراد اولیای امور حتی مناصب جزئیه از شائبه اطوار غیرمرضیه پاک و مطهر نگردد، امور بر محور لایق دوران ننماید. آقا قربونت برم، اون وقتا مسخره میکردن، میگو از حکاو از چیه شیخ ما چه عجب، نمیدونم مش را باز کرد و گفت یک وجب، یا از نمیدونم چیه شیخ ما این است شیره را خورد و گفت شیرین است. آقا ایشون علم غیب گفته اگه این خوب بشه اون خوب بشه، مسئول خوب باشه مسئول جز خوب بشه، بعد دنیا خوب میشه. خب ما مینو میدونیم، بچه کلاس سوم هم مینو میدونیم. بعدم تازه اینو 125 و 18 143 سال قبل گفته، چطور شد؟ الان شما همه رو جمع کنی 7-8 میلیون بهایی هستی، تازه خود بهایی ها، آقا برو صحبت دکتر بیژن یگانه رو بیار که درباره همون بیت العدلتون چه چیزا گفت، صداش بستن. شما خودتون رو هم خفه میکنید، شما منو میخواستین خفه کنید، شما آقای حسن ارشاد میخواستین خفه کنید. وقتی میخواین اینجوری دیکتاتورشیپ داشته باشین،
خب معلومه که یه جمع اقلیتی میمونید، بعدم میگید چون ما خوب هستیم دیگران نمیخوان خوب باشن. نه آقا، خوب نیستین. شما هم یه کالتی برای خودتون درست کردین. اولش که میگفتین ما همه رو قبول داریم، ما مسلمونیم، بعد گفتین نه آقا مسلمون گذشت، پیغمبر ما گفته 1000 سال. این اصلا زیر عبای حضرت محمد اگه نگاه کنی نوشته بود expiration date 1000 سال. خب 1000 سال بوده که این 1400 چقدر 200 سال، پس اون 200 سال چرا خدا یه پیغمبر دیگه نفرستاد؟ نمیخونه آقا. بعد من تعجب میکنم، شما خیلی آدم با سوادی هستی، خیلی آدم هایتکی هستی، چجوری بند کردی به یک کتاب؟ بعدم میگی نه ما توی کتاب نداریم، 200 کتاب داریم. خب حالا 200 کتاب داریم، همش چی نوشته؟ همش همین آقل معقل فلان اینا، منگول شنگول. خب که چی؟ اگه یک کتابی شما بدی دست یه نفر، راه حلش با شما یه باکس بزرگی میخری، یه دفتری میاد بهش میگه پیچ A رو ببند به B، پیچ B رو ببند به C، درست میشه. این چه کتاب راهنمایی که شما 200 تا درست کردین هیچ به هیچ نرسیده؟ شما یه شهر نمونه، یه شهر نمونه، نه اینکه یه آرامگاهی گذاشتید اونجا هی میرید تمیزش میکنید، هی عکس میگیرید میذارید. یه شهر نمونه بهایا درست کنید ببینید بهایا چه به سر هم دیگه میارن. الان تو آمریکا که میشه، اینقدر شهر ورشکست کرده، برید یه شهری رو بخرید اینجا رو بکنید بهایا، نمونه بهایا، تا ما بیام اونجا زندگی کنیم ببینیم آقا عجب شهرداری داره، دوز نیست، عجب نمیدونم استانداری داره، عجب فرمونداری داره، عجب معلم مدرسه‌ای داره، به بچه‌ها تجاوز نمی‌کنه. چیزی که هست شما که کسافتکاریاتونو میپوشونید برای که مثل یک خانواده بزرگ عمل میکنید، آشغالا رو میزنید زیر قالی، ولی بترسید از روزی که باد بیاد قالی رو ببره، این آشغالا بیاد بیرون و واویلا بشه. و الا این چیه؟ این بس این مبرهن و واضح است. اولا خدا پدرش بیامرزه، خودش میگه این مبرهن و واضح است. وقتی دیگه واضح است، توضیح واضحات تلف کردن وقت است، درسته؟ توضیح شوگی واضحات که توضیح. امروز اینجا هوا خوب بود، خب خوب بود، همم دیدن. برای کسایی که نمیدونن نبودن بگیم بله یه چیزی، ولی وقتی همه دیدن دیگه چه فایده ده؟ در صد منتظر شما هستیم بیان برنامه بذارید، حرف بزنید و در تلویزیون مردم. ضمناً یه دوستی گفته که ماه آینده اجاره به اصطلاح مغازش تموم میشه، بعد ممکنه حتی منزلش هم از دست بده و اینها، و گفتم که امیدوارم نشه، ولی یادش بخیر این پدر ما اتفاقا دیروز سال روز به اصطلاح رفتنش بود از دنیا، 25 سال پیش فوت شد. و این همیشه میگفت اجاره نشین خوش نشینه، و یه جورایی هم حقیقت داره. همین تو آمریکا شما وقتی خوب نگاه میکنی، شما حقیقتا اجاره نشین بانک هستی. هیچ کدوم از ما اینجا خونه مال ما نیست، هممون مورگیج که داریم، پیمنت که داریم، تا 30 سال، تازه وقتی میمیری و بچه‌ای که میاد حالا مثلا 2 شایی هم مونده باشه به اون میگن با 60% چی بدی به ما. یعنی شما یه خونه خریدی 200,000 دلار، تا موقعی که قسطش تموم بشه 600,000 دلار، 3 برابرش ازت میگیرن. هنوز قسطش تموم نشده شما میمیری، این خونه رو میفروشن، پول و فلان و بیسار اینا، مثلا 100,000 دلار مونده. حالا شما چند تا حالا دادی؟ 400,000 دلار دادی، یا بچه‌ات خوشحال که 100,000 دلار گیرش اومده. تا 100,000 دلار رو به اون کسی که مأمور مالیات گو آقا بابا مرده، مامان من مرده، 100,000 دلار گیرم اومده، میگی 60,000 دلارش بریز تو این صندوق، 40,000 دلارم برو خوش باش. حاصل زندگی یک آدم و اینا اینجا میشه 40,000 دلار. شما نگاه نکنید این شارلاتان ترامپ میگه من بیلیونرم، دروغگوه. ثابت کردن 5 میلیون، تازه اینم نداره، اگه پول داشت این تکسش رو هر روز میکرد تو حلقوم ما. این پول نداره، این همه این ماجرای روسیه و اینا که افتاده مثل بختک روش، به خاطر اینکه رفته یه پولای گرفته، اینجا بهش میگن شارک لون. پولای صرافا بودا، میگه این 500 تومن رو بهت نزول میدم، همین الان سود ماه اولش ازت میگیرم، 50 تومنش ازت میگیره. شما میگه آقا من 450 تومن دادی، 500 تومن و آخر ماه میگه نزول 500 تومن بده. به اینا میگن شارک لون. مثلا به طرف میگه که من 300 دلار بهت قرض میدم، بعد از 3 روز 500 دلار به من بده. خب بعضی وقتا واقعا کمک میکنه، طرف قرار ماشینش از دست بده، میره راه میفته، میگه آره گور پدرش دیگه، مثلا 2 روزم برای این مجانی کار کرده، ولی بعضی زندگی ها رو از بین میبره. در هر صورت اینم ماجرای اینه. این دوستی که ما ازش صحبت کردیم میخواستم پیامش پخش کنم، ولی
گفتم نه پیامشم پخش نکنم که شما، و بهتم گفتم باور کنید من الان اگه شما رو تو خیابون ببینم نمیشناسم. یادمه برای ما کارت فرستادی، حتی برای آقای سعید کاووسی، بعد حتی اگه اشتباه نکنم شما به من گفتی که اینم یه پولی که حالا من نیومدم با خانمم مثلا اونجا، تو و خانمت برو نهار شام اینا. ممنونم، ولی دوست عزیز همون جوری که شما منو میشناسی من شما رو نمیشناسم. شما 2 ساعت میشینی نگاه میکنی میبینی که این سربی هر وقت خستشه اینجوری میکنه، هر وقت صورتش میخاره اینجوری میکنه، ولی من هیچ چیزی از اخلاق، عادات، رفتار شما رو نمیدونم. و متاسفانه بعضی وقتا یه جایی که میریم طرف فکر میکنه همونقدر که اون منو میشناسه منم اونو میشناسم. اینجوری نیست. یه کمی اون چیزی که من گفتم که من و شما، یه اتوبوس داره میاد، من اینجا سوار میشم شما اونجا سوار میشی، راهمون یکیه، ولی ممکنه اصلا هدف آخریمون یکی نباشه، اون مقصدمون یکی نباشه. بعد من یه جا پیاده میشم شما یه جا پیاده میشی، نه قرار قربون صدقه هم دیگه بریم نه قرار دشمن هم باشه. اینم از این ماجرا. ولی اگه خواستی دوست داشتی میتونی بیای صحبت کنی، همون قدیم هم ما گفته بودیم. 2 تا مسئله 3 تا دیگه هم هست، به خدا وقت نکردم گوش بدم که ببینم حتی اینا شما هستی یا نه. 2:19 2:19 2:22 2:44 و 4:04 4:04 رو گوش دادم، چون بعد از برنامه بود و دیدم شما به انگلیسی برای من پیغام گذاشتی. خندم گرفت، یادم افتاد به اون معلمی که گفت روزی که عصبانی شدی به جای فارسی با انگلیسی حرف زدید، انگلیسیتون از فارسیتون بهتر شده. این همیشه یادمه. خب دوستان عزیز دیگه بس، واقعا من میخواستم نیم ساعت با شما باشم که تلافی کرده باشم و حالا بیشترم شد. امروز جمعه اتفاق افتاد در کازرون که بعدم آقای خوشنودی بود و دیگران اومدن گفتن آقا کازرون یکی از جاهایی که دنبال رو این آخونده هستن، اصلا اینا فلان بوده و این، ببخشید اینو بهتون میگم، اینا برای فاتی تنبون نمیشه. میگفتن برو فکر نون کن که این خربوزه آب است، اینا برای شما قیام نمیشه. خب یکیش آقای دکتر سلامی بچه کازرون، میگم آقا تو به جای این که بلندشی الان بری کازرون رهبری کنی، برای من عکس خونه و گل و گلدون میفرستی. خب تو که بچه شیرازی، گل همین 5 روز و 6 باشد توی تنبان همه کش باشد. اگر شما واقعا به خودتون درست راست میگین بلندشین بریم دیگه. اگه قبول دارین آقا این آخونده مورد حمایت مردم نیستن، مورد انزجار مردم هستن، بلندشین بریم دیگه. منتظر چی هستین؟ والا آقای رجبی مردم تو ایران اصلا منتظر تو هستن که حالا از خاک بیای بیرون، از مرحومی بشی مظلوم بری اونجا. دوستان عزیز اجازه بدین من همینجا با تو خدافزی کنم. چهارشنبه به احتمال 99% با شما خواهم بود، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، و اون 1% اینی که حالا شاید مردیم، شاید برق نبود، شاید ماشینمون خراب شد نرسیدیم. خیلی رو ماها حساب نکنید، خیلی تلویزیون ها رو جدی نگیرید، این تلویزیون برای وقت تلف کردنه. اگر این آقای مجید خوشنودی الان کار داشت، بچهش از مدرسه باد می آورد، خانمش مثلا بهش گفت بود برو تخمه و بخر، باد میرفت میخرید، نمینشست اینجا تلویزیون نگاه کنه. بله این روزا تلویزیون میشه تو راه هم نگاه کنی، داره ماشین رانندگی میکنه، سوربین هم گذاشته اونجا برای خودش مزخرف بگی، اینو قبول دارم، ولی اصل مطلب اینه تلویزیون ها رو جدی نگیرید. تلویزیون دانشگاه نیست. اگر یه تلویزیون آمد گفت ما به شما درس میدیم، که بود آقای کشاورزی ها درس میداد، اون بله ثبت نام کنید پول بدید برید درس بخونید مدرک بگیرید، بله. ولی از هر تلویزیونی، از هر ننه قمری انتظار نداشته باشید که این برای شما دانشمند باشه و شما رو دانشمند کنه. آقا ما 2 ساعت نگاه کردیم هیچ یاد نگرفتیم. خب حالا یاد گرفتی، اینجا چیزی یاد نمیگیری، برو یه جای دیگه. روز روزگارتون خوش، با امید روزهای بهتر. میگه من داخل کازرون زندگی کردم، ملت کازرون پای اصلی جمهوری اسلامی هستم. آقا کازرون قربونت برم، آقای اکبر اکبری دروی چون اینا که اسمشون اکبر اکبریه، امید امیدواره، جواد جوادیه، چی خانواده شما اسم دیگه بلد نبودن؟ شوخیه. اوکی. دوراهی چنار شاهی جان، این از زمان شاه اونجا اسلحه میفروختن. یعنی چی اسلحه میفروختن؟ برای چی تو دوره شاه اسلحه میفروختن؟ به کی میفروختن؟ به همونایی که تو کو
چتبازا رو زده بودن، چتبازای شاه که از اون بالا میخواستن حمله کنن به قشقایی ها فلان اینا. در صورت اینایی که هیجان زده میشن آقای اکبری نشون میدن شناختی از ایران ندارن، نه قبل از 40 سال نه تو این 40 سال. فقط با یک قوره سردیشون میشه، با نبات بهشون بدین، با یک مویز یا کشمش گرمیشون میشه، باید عرق شاتره و خاک شیر بهشون بدیم. روز و روزگارتون خوش. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و به امید دیدارتون چهارشنبه لطف کنید این ویدیوها رو هم. فقط آدم لازم نیست که بنگی و دیوونه باشه شما هی ویدیوهاش زرت زرت برای هم بفرستید. اگه یک کسی هم یه حرفی میزنه که مورد علاقه شما، برای دوستتون بفرستید بگید من تمام مزخرفات اینو قبول ندارم، ولی اون قسمتی که میگه اینو قبول دارم. دقیقش هم بنویسید. مرسی، خدا نگهدار. اینم بیلاق ایرانی نیست، این گودلاک غربی هاست که به شما میگم. کاکو اسم مستعار است. خب آقا اسم مستعار هم مثلا یه چیزی بذار، اکبر اکبری، امید امیدوار، اینجوری نباشه. در هر صورت خیلی ممنون اکبر اکبری، مرسی که با من هستید. شما لطف میکنید آقای اکبری، گاهی وقتی که من گیر میفتم توی تلفظ کلمات، معنی کلمات، به من میگی. این خیلی دلگرمیه، پشتگرمیه. حالا هرچی بگیم دلگرمیه، طرف بعدش میاد بگیم پشتگرمیه، خودمون بعدمون میاد بمانه. همراه بودنه. اتفاقا تیتر برنامه اون روز به خاطر این دوست شیرازیمون نوشتم، چون که با ما بذار براتون بخونم. اصلا یادم نمیاد چی نوشتم. من گاهی وقتی یه چیزی مینویسم جمله‌ای میاد، نوشتم که چون با ما همراه هستین شما هم شاد باشین. خیلی ممنون. فکر نکنم امروز دیگه برسید. آخه آقای خوشنودی قبلا نوشته بوده برای من. اینجا نوشتم جدیدترین برنامه سوربی، ولی پایین ترش که بیان، آها نوشتم چون به اینجا آمدی خوش آمدی، هر وقت که خواستی بری بهت میگم به امید دیدار. آقا از این دوتا جمله شما بهتر پیدا میکنی؟ بیاین اینو ملاک عمل کنیم. وقتی یکی میاد قربون صدقش نکنیم بعد که خواست بری بگیم آقا این یک پدر سوخته فلان فلانی بود. خود منم این عادت زشت دارم، سعی کنیم عادت های زشت رو برطرف کنیم، اخلاق خوب پسندیده جمع کنیم. و اگر شما میبینید من یه عیب و ایرادی دارم، اون ضرب المثل ادب از که آموختی از بی ادبان رو اونو سرمشق قرار بدید و انشالله با ادب بشید. با امید دیدار تمام با ادبان چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقت نیویورک شرق آمریکا. روز روزگار بر شما خوش. این بار اول فیسبوکی ها رو ترتیب میکنم. خدافظ.